با نام یاد خدا و با عرض سلام خدمت تمام کسانی که این برنامه رو دارن مشاهده میکنن. من آرش خلیلی نصر هستم، عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف. همونطور که مستحضر هستید، من درس مدیریت استراتژیک رو در خدمتون هستم و امیدوارم که این درس براتون مفید باشه و بتونید خیلی چیزهای خیلی خوبی رو از این درس یاد بگیرید. خب رفرنس این درس همطور که ملاحظه میکنی کتاب Contemporary Strategy Analysis هست از پروفسور رابرت گرانت که ترجمه فارسی این رو در واقع حالا من ترجمهش انجام دادم با عنوان مدیریت استراتژیک با رویکرد امروزی، انتشارات آریانا در واقع چاپ شده و شما میتونید که در واقع نسخه فارسیش رو تهیه کنید یا نسخه انگلیسیش رو در واقع گام به گام جلو برید و همراه درس کاملا مواد رو پیگیری کنید. همطور که ملاحظه میکنید ما مباحث رو در واقع توی این دسته ها خدمتون عرض میکنیم که تقریبا توی 8 دسته است. در بخش اول ما روی تعاریف و مفاهیم پایه کار میکنیم، بعد این در واقع توی اون بخش اول وارد این میشیم که اصلا استراتژی چی هست چی نیست. توی گام دوم راجع به اون زیربناها و زیربنیادهای استراتژی کار میکنیم، راجع به ویژن، میشن، ولیوها و استراتژیک اینتنس صحبت میکنیم. در گام سوم راجع به تحلیل استراتژی در واقع شروع میکنیم کار کردن. تو گام 3 و 4 منتها تو گام 3 تحلیل خارج یعنی اوتساید رو در واقع بررسی میکنیم، ابتدا محیط کلان رو در واقع یه تحلیل میکنیم و بعد وارد محیط خرد اون محیط صنعت میشیم و در نهایت محیط رقابت رو مورد بررسی قرار میدیم. بعد وارد تحلیل داخل میشیم. تو تحلیل داخل راجع به این هستش که ما میخوایم بدونیم چه قوت ها و ضعف هایی داریم که در واقع برخلاف تحلیل خارج دنبال فرصت ها و تهدید ها هستیم. تو تحلیل داخل راجع به منابع، قابلیت ها و مدل رابرت گرانت در تدوین استراتژی مقدار میخونیم که کامل با این مباحث شما آشنا خواهید شد. در گام بعد وارد تدوین استراتژی میشیم، یعنی شما اگه استراتژی رو یه فرایند بدونید که یه بخشیش در واقع تحلیله و بعد وارد تدوین و در نهایت وارد اجرا و تغییر سازمان میشیم، اینجا وارد بخش تدوین استراتژی میشیم. تو تدوین استراتژی با ابزارهای متنوعی آشنا میشید که احتمالاً بعضیشون به گوشتون خورده، مثل SWOT و حالا BCG، GE و یه عالمه تولزایی که با هم دیگه آشنا میشیم و در نهایت وارد استراتژی های در واقع عمومی میشیم. تو استراتژی عمومی در واقع در سطح بیزنس لول استراتژی ها واردش میشیم که احتمالاً ممکنه به گوشتون خورده باشه، مثل کاست لیدرشپ، دیفرنسییشن و چیزایی که تو درس‌های مختلف ممکنه حالا این بر اونور به گوشتون خورده باشه. در نهایت وارد بحث کورپوریت لول استراتژی ها یا استراتژی های سطح گروه میشیم، چون کل درس تا اینجا در واقع فرض ما اینه که ما داریم برای یه بیزنس یا یه کسب و کار استراتژی رو تدوین میکنیم، منتها اینجا اختصاصا وارد کورپوریت میشیم. حالا اینکه اینا چه فرقی دارن حتما من خدمتتون میگم، بیشتر حالا به عنوان یه اوورویو قرار نیستش که ما الان خیلی در واقع خیلی به دقت بفهمیم که در واقع چه اتفاقی داره میفته، منتها یه دید جامعی میخوایم بگیریم که به هر حال داستان از چه قرار هست و در نهایت وارد پیاده سازی استراتژی میشیم. یه جمع‌بندی هم در انتها میکنیم و به هر حال بحث رو میبندیم. خب این درس همونطوری که بعداً خواهید دید پروژه های متنوع و تکالیف متنوعی داره که به اطلاعاتون میرسه، که هدف از این پروژه ها اینه که این بحث ها رو در عملیات بگیرید و بتونید به کار ببندید. خب هدف در واقع این درس اینه که ما بیشتر رو تحلیل استراتژی و تدوین استراتژی کار کنیم و حالا بحث ایمپلیمنتیشن رو همونطوری که دیدید یه اشاره‌ای راجبش می‌کنیم، منتها خیلی گذرا واردش میشیم و در درس پیاده سازی استراتژی یا اجرای استراتژی که در واقع شما میتونید تو مکتب خونه باز دوباره دنبالش کنید، اختصاصی یه درس راجع به پیاده سازی استراتژی صحبت خواهیم کرد. منتها من توی این در واقع باکس 8 من یه توضیح کلی راجع به پیاده سازی به شما میدم که کل فرایند استراتژی که تحلیل استراتژی، تدوین و اجرا هست شما یه دید خیلی خوبی به دست بیارید. ولی اینکه تو در واقع اجرای استراتژی خیلی مأموریت و
اصل این درس نیست و شما این بحث رو در یه درس در واقع سه‌واحدی کاملا دنبال خواهید کرد، چون خیلی بحث مفصلیه و خیلی از سازمان‌ها اتفاقا تو پیاده سازی دچار مشکل هستن، ممکنه تو تحلیل و تدوین دچار مشکل نباشه. منتها این که در واقع پیاده سازی چه هست یه درس اختصاصی و جداییه، منتها معمولیت این درس رو تحلیل و تدوین، یعنی همونطور که دیدید ما در واقع تو باکس 3 و باکس 4 راجع به تحلیل خارج و تحلیل داخل، تحلیل خارج برای شناسایی فرصت‌ها، تحلیل داخل برای شناسایی نقاط قوت و ضعف و در نهایت تدوین استراتژی، یعنی اون بحث استراتژیک فرمولیشن رو بعدش می‌گیم و در نهایت می‌رسیم به اون استراتژی‌های عام. یعنی عمده درس راجع به در واقع تدوین استراتژی هست. منطقه خیلی در واقع برای اینکه شما بتونید این کار رو خیلی خوب انجام بدید حتما باید یه مقدار قاطی این کار بشید، خیلی سعی کنید که خروجی های خیلی خوبی رو تو این درس بتونید انجام بدید. بهترین کار اینه که شما از همین الان رو در واقع به فکر یک شرکتی باشید که کل این چیزهایی که اینجا آموزش داده میشه به توی شرکتی گام به گام اجرا بکنید و تکالیف این درس رو خیلی خوب دنبال بکنید. برای اینکه این مقدار با ضرورت و اهمیت این درس آشنا بشیم، همونطور که مشاهده میکنید تو نظرسنجی هایی که از مدیرهای مختلف سراسر دنیا انجام شده، برنامه‌ریزی استراتژیک تقریبا جز پر در واقع مخاطب ترین ها و در واقع آمار بیشترین رضایت رو داره و بعد از اون همونطور که میبینید بحث های مختلف در حوزه مشتری، در حوزه بنچمارکینگ، آوتسورسینگ و حوزه‌های مختلف و اون حتی در بین این لیست که نگاه میکنید میشن و ویژن، کور کامپیتنسی، اینا همشون جزء مباحث استراتژی هستن و یه جور استراتژی رو تو خیلی از کشورهای دنیا و خیلی از مدیرها دارن تو دنیا انجام میدن. در ایران هم اگه شما تو لیست 500 شرکت برتر روی بررسی و برقی بزنید تقریبا 150 تا از این شرکت‌ها دپارتمان استراتژی دارن و خیلی بحث جدی، یعنی هم در ایران خیلی جذابه بحث استراتژی بین مدیرها هم در دنیا. تحقیق گروه پژوهش صنعتی آریانا در واقع تو سالهای مختلف انجام داد، تقریبا همونطور که میبینید باز برنامه‌ریزی استراتژیک تقریبا رتبه دوم رو داره نسبت به بقیه بحث‌های مدیریت، نشون میده که چقدر این بحث مهمی هست و برنامه‌ریزی استراتژیک حالا بعد از ایزو که حالا یه مقدار حالت تجاری و پیدا کرد خیلی رتبه خیلی بالایی از منظر رضایت و کاربرد رو در میان شرکت‌های مختلف داره. نشون میده که بالاخره این برنامه‌ریزی استراتژیک خیلی مهمه. تو سوال اینه که خب چی هست این برنامه‌ریزی استراتژیک؟ مثلا استراتژی چیه؟ یعنی ما بیشتر الان تو این جلسه اول که همونطوری که در واقع شما دیدی اون در واقع باکس 1 میخوایم راجع به این صحبت کنیم که استراتژی چی هست و استراتژی چی نیست. یعنی ما بیشتر بحثی که تو این جلسات اول داریم راجع به اینه و بعد دیگه وارد این میشیم که خب حالا چه هست و چی نیست و راجع به این که خب حالا چجوری تحلیل و تدوین بکنیم. خب حالا سوال اینه که خب این استراتژی چی هست که حالا هم در واقع مطالعات داخلی هم مطالعات خارجی نشون میده که خیلی پرطرفدار و پرکاربرده و اصلا موضوع بحث چی هست؟ ببینید کل استراتژی اگه بخوایم یعنی موضوع بحث استراتژی در واقع پاسخ دادن به این سوال هاست که یا یه سوال کلیدیه که ما چجوری میتونیم نسبت به بقیه رقبا سود بیشتری داشته باشیم یا به یه بیانی سود مازاد داشته باشیم، یعنی از رقبا جلو بزنیم به نوعی که مثلا اگه رقبا یا تو کسایی که توی صنعت هستن مثلا 10% سود دارن ما اگه 15% سود داریم بگیم که 15% منهای 10% به اندازه 5% سود مازاد داریم. حالا سوال پیش میاد که خب این چی هست که در واقع ما میخوایم سود مازاد داشته باشیم و اصلا یه ذره اینو بازش کنیم که بدونیم که یعنی چی اصلا ما لازم سود مازاد داشته باشیم، اصلا ما برای چی باید اصلا راجع به این قضیه اصلا فکر کنیم. اینو میخوام یه ذره براتون دیتیل تر توضیح بدم که بریم یه ذره یه چیزایی رو با هم رو تخته بنویسیم و با هم یه ذره فکر کنیم ببینیم این سود مازاد چیه و اصلا کل بحث استراتژی داره حول چی میگرده.